بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم و جویندگان زبان قرآن. برنامه آموزش زبان عربی از کتاب العربیه تو بین یدیک از جلد اول ما آغاز کردیم که رسیدیم به درس 52 این کتاب در فصل نهم، که این فصل در زمینه التسوق یا بازار هست، بازار، خرید و فروش و واژه هایی که در این فضا نیاز دارید و جمله هایی که باید به کار بگیرید. انشاءالله که کلمات جدیدی رو آموخته باشید و برای گفتگویی که در این درس خواهیم داشت آمادگی داشته باشید. این درسمون کاربرد زبان در زمینه صداها هست، کاربرد صوتی درست صدا هست، و گفتیم که یادگیری نطق صحیح صداها یا آواها در هر زبانی نقش بسیار مؤثری در افهام و تفهیم داره. مضاف بر این، در بحث املا هم یادگیری صداها میتونه کمک زیادی بکنه در املای درست. یکی از مشکلاتی که ما در فارسی داریم در بحث املا، عدم بگیم فاصله گذاشتن یا عدم فاصله انداختن در نطق هست بین آواهایی که تشابه صوتی دارن، مثل واء دستدار و دالزال و رزه و امثال اینها. این وجود این تشابه صوتی موجب میشه که عموما دانش آموزان کلمات رو جابجا بنویسن و دچار مشکل در املا بشن. اما در زبان عربی، از اونجایی که هر کدوم از این آواها نطق و صدای مخصوص به خودش رو داره، در نتیجه نطق صحیح موجب میشه که در بحث املا هم فرد دچار مشکل نشه. صدای آوایی که امروز مد نظر این درس هست، وا هست، یعنی تا وا، زای دستدار، که مخرج یا موضع ادای این حرف از سر زبان و قسمت پایین دندونهای مقابل که بهش ثنایا میگن، ثنایای علیا، دندونهای بالای پیش رو نطق میشه. این در واقع حرف یا این صدا با دالزال و با ثا شباهت داره از نظر جا، یعنی همون مقامی که مکانی که دالزال نطق میشه، یعنی بین دندونهای بالا و سر زبان، عیناً ذال و ثا هم از اونجا نطق میشه. مگر اینکه در بحث وا ما یک بحث تفخیمی داریم. دقت کنید، قسمت خلفی زبان بالا میاد و فضای موجود دهن رو میبنده. در این صفت رو بهش میگن صفت تفخیم یا استعلا، که بالا میاد تای زبان، و در صورتی که در ذا و ثا این وجود نداره، ولی مخرج هر دو حرف یکی هست. با شنیدن اختلافی که در نطق وجود داره بین این صداها، بیشتر موضوع رو خواهید گرفت. الوحدت التاسعه التسوق الدرس الثاني والخمسون الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات. التدريب الأول، استمع وأعد. الظهر، استيقظ. ظهر، ظلم. وعظ. التدريب الثاني، استمع وأعد. ذلا، ظلا. ظماء، ظماء. ذاف، ضاف. ذل، ظل. ذرة، ضر. نذيرا، نظيرا. نذر، نظر. سننظر، سننظر. تذليل، تضليل.
منذرين منظرين شذ شظ لذ لظ فذ فظ بذ بظ حنیذ حنیظ. بله دقت کردید شاید در ضمن نطقی که صورت گرفت فرق بین کلمات متشابهی که در همه زمینه ها با هم تشابه داشت مگر در اولین حرف یا در یک حرفی از حروف موجود که ذ و ظا باشه. و دقت هم کردید که بین معنا هم اختلاف وجود داره. البته ما توضیح ندادیم بحث معنوی اختلافی که وجود داره به خاطر اینکه کلمات براتون سنگین هست، ولی کلمه اول شاید در فارسی هم کاربرد داره، یکی از هم خانواده هاش که ذل هست. ذل به معنای ذلت خاری هست و ذل با ضا به معنای سایه هست. به همین صورت نظیر و ناظیر که با تازا هست، این هم بینشون اختلافی که وجود داره باز هم براتون روشن هست. نظیر به معنای هشدار دهنده است و نظیر با تازا به معنای مشابه است. ولی خب به هدفمون در اینجا یادگیری اختلاف معنوی این واژه ها نیست، ولی بحث نطق صحیح این واژه ها هست که این در مجموع با عدم نطق موجب میشه که خلط معنا پدید بیاد، خصوصا در قرآن کریم و در احادیث هم که ما خیلی احادیث داریم که کلمات متشابه به صورت وجود داره و عدم نطق صحیح موجب میشه که انسان معنا رو درست نتونه برسونه. آیاتی آورده اینجا ظننتم ظن السوء ظل وجهه مسودا وهو كظيم، سوره نحل هست. ما ظلمهم الله ظلم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ان الشرك لظلم عظيم وندخلهم ظلا ظليلا وانتظروا إنا منتظرون وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن مجموعة كلمات وحروف كي در اینجا ازش گذشتید همه اینها نمونه ای هست از این کاربرد که با تمرین بیشتر انشاءالله مهارت بیشتری حاصل خواهید کرد. و گفتم همه این مجموعه بگیم صداهایی که اختلاف صوتی دارن با هم نیاز به تمرین بیشتر داره و نیاز به یک مربی داره که ازتون صدا رو بشنوه و تصحیح بکنه. به طور تئوری نمیشه این کار رو انجام داد، انشاءالله که این کار رو خودتون با قرائ محل خودتون این کار رو انجام بدید. بخش دوم این درس فهم مسموع هست، متون هست یا گفتاری هست بین دو نفر که این گفتار رو شما میشنوید و بر اساس اونچه که شنیدید جواب سوال رو میدید. اگر با دقت بشنوید و معنا رو بگیرید جواب سوال براتون بسیار آسون خواهد بود، ولی اگر دقت نکردید در شنیدن به طور طبیعی جواب سوال هم براتون مشکل هست. گوش کنید. التسوق الدرس الثاني والخمسون ثانيا فهم المسموع التدريب الأول استمع إلى الحوار ثم أجب عن الأسئلة. إلى أين أنت ذاهب يا أحمد؟ أنا ذاهب إلى المكتبة. لماذا أنت ذاهب إلى المكتبة؟ أريد دفترا وقلما. وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القواعد. هل تريد شيئا يا أبي؟ نعم أريد معجما عربيا. هل تذهب بالسيارة؟ لا أذهب بالحافلة. كم ريالا تريد؟ أريد 100 ريال. تا اینجا شما این گفتگوی رو گوش کردید. این گفتگوی عبارت بین یه پدر و پسری که ازش میپرسه کجا داری میری؟ چی میخوای بخری؟ پدر هم چیزی رو میخواد بهش میگه.
چطوری میری و به همین صورت در مجموع چقدر پول میخوای؟ این سوالات رو شنیدید، جواب رو هم گرفتید. الان سوالاتی که وجود داره اینجا این هست که بر اساس اون چی که پرسید و جواب داد، باز باید جواب سوالها رو در اینجا هم بدید. الی این یذهب احمد؟ الی این یذهب احمد؟ طوری که شنیدید گفت یذهب الی المکتبه. اینو شما یذهب احمد الی المکتبه. سوال دوم، ماذا یرید احمد؟ ماذا یرید احمد؟ این رو هم خوندیم که احمد یرید دفترن و قلمن. بعد از این از پدرش پرسید که شما چی میخوای؟ پدرش هم چی گفت؟ ماذا یرید الاب؟ یرید معجما عربیا. ماذا یرید الاب؟ یرید الاب معجما عربیا. بعد پدرش پرسید کیف تذهب الى المكتبه؟ گفت که اذهب الى المكتبه بالحافله. کیف یذهب احمد الى المكتبه؟ یذهب احمد الى المكتبه بالحافله. سیاره ماشین شخصی بود، حافله هم گفتیم که به معنای اتوبوس بود. پدر پرسید که کم تورید و کم ریالن تورید؟ گفت که اريد 100 ریال. کم ریالن یرید احمد؟ احمد یرید 100 ریال. این در ضمن درس اون چی که خوندیم بود و جواب سوال هم در ضمن درس بود. الان دوست دارم که بدون اینکه ما بهتون همکاری کنم، خودتون با دقت بیشتری گوش کنید و جواب رو بر اون اساس بدید، تا دیگه نیازی نشه که مکتوبی که در ضمن صحبت وجود داره رو من بیارم. خودتون با دقت بیشتری گوش کنید تا اینکه نیازی به همکاری نشه. استمع الى الحوار ثم اكمل العبارات. اريد طبق بيض لو سمحت. هذا طبق البيض. بكم طبق البيض؟ طبق البيض بخمسة ريالات. وماذا تريد ايضا؟ اريد علبة بن. هذه علبة البن. بكم علبة البن؟ علبة البن بثلاثة ريالات. أريد خبزا من فضلك. المطلوب 9 ريالات. بسيار شما دارید تا اینجا یک حوار دیگه ای رو، گفتگوی دیگه رو گوش کردید بین مشتری و بین صاحب مغازه یا فروشنده صورت گرفت. ماذا تورید؟ میگه اوریدو طبق بيض. الان جمله که اینجا آورده میگه ماذا یریدو؟ یرید المشتری ای شین طبق بيض. یرید المشتری طبق بيض. الثانی طبق البيض چقدر بود؟ به 5 ریالات. طبق البيض به 5 ریالات. گفت اونجا 5، اینجا هم با 5 رو بیارید. ماذا تريد ايضا؟ پرسید دوباره که چی میخوای؟ گفت که علبه البن. يريد المشتري ايضا علبه البن. يريد المشتري ايضا علبه البن. بن هم گفتیم که همون قهوه تلخ است. الرابع علبه البن چقدر بود؟ علبه البن بثلاثه ريالات. و اريد بعد مالش مشتری گفت که اريد الخبز ايضا. قیمت خبز هم الخبز به ريال واحد، چون در ضمن صحبتش نبود. المطلوب گفت که 9 ریالات. کم المطلوب؟ المطلوب 9 ریالات. چقدر بده کارم؟ میگه 9 ریال شما بده کار هستید. المطلوب گفتیم همون بده کاری هست. به دنبال این باز هم مثل همین موضوع رو داره، یعنی به همین صورت شما یه گفتگوی رو گوش میکنید و در ضمن گفتگو این جمله ها رو تکمیل میکنید. باز هم نیاز به دقت و شنیدن دقیق داره تا بتونید جمله رو تکمیل کنید و اینجا هم من همکاری بایتون نمی کنم که خودتون بیشتر با دقت گوش کنید و جواب رو بدید. بكم هذا المعطف من فضلك؟ المعطف 50 ريالا. أريد المعطف الأصفر. تفضل. وماذا تريد أيضا؟ بكم هذا القميص الأبيض؟
القميص بعشرة ريالات. وماذا تريد أيضا؟ أريد ثوبا أزرق، المطلوب 80 ريالا. تفضل، هذه 80 ريالا. اینجا هم اینان باید بر اساس اون چی که صحبت شد باید جواب بدید. المطلوبو المعطفو پالتو به 50 ریالن. بعد لون المعطف چی بود؟ رنگش بود اصفر. لون القمیس بود ابیض. القمیسو 30 ریالن و لون الثوب ازرق بود. الثوب به 20 ریالا و المطلوب 80 ریالا، بیشتر یا کمتر. و به همین صورت این مطالب رو باید شما دقت بیشتری گوش کنید تا بتونید جواب رو مطابقه با اون چه که هست بدید. در این بخش هم اینن مثل مطلب قبلی هست، مطلب رو شما باید گوش کنید و بر اساس اون چه که صحبت میشه جواب رو بدید. دقت کنید. التدریب الرابع. استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. أحمد طالب في جامعة أم القرى. جامعة أم القرى في مكة. أحمد يدرس في كلية اللغة العربية. يبدأ العام الدراسي بعد أسبوع. يذهب أحمد إلى المكتبة، يريد معجما عربيا وكتاب القواعد وكتاب القراءة. المعجم 40 ريالا وكتاب القواعد 20 ريالا وكتاب القراءة 10 ريالات. المطلوب 70 ريالا. إن بخش درستون تموم میشه. الوحدت التاسعه. این بخش درستون تموم میشه با این مجموعه جمله هایی که در زمینه احمد شنیدید. احمد گفت که طالب هست، یعنی دانشجو هست. یدرسو فی جامعت ام القرى. جامعت ام القرى تقع فی مکه المکرمه. و به همین صورت گفت که در بعد از یک هفته تبدأ الدراسه بعد اسبوع. و گفتیم که احمد از کتابخونه از کتاب فروشی میخواد کتاب بگیره، کتاب قواعد رو میخواد بگیره، کتاب قرائت رو میخواد بگیره و کتاب معجم یا لغت رو بگیره. این مجموعه سوالایی که وجود داره رو بر اساس اون چیزی که شنیدید رو بعد جواب بدید. فی ای جامعه یدرس احمد؟ احمد یدرس فی جامعه ام القرى. این جامعه ام القرى؟ جامعه ام القرى فی مکه المکرمه. فی ای کلیه یدرس؟ یدرس فی کلیه اللغه العربیه. در کدوم دانشکده داره میخونه؟ در دانشکده زبان عربی. یا متى يبدا العام الدراسي؟ سال تحصیلی کی شروع میشه؟ يبدا العام الدراسي بعد اسبوع. ماذا يريد احمد من المكتبه؟ يريد احمد من المكتبه كتاب المعجم والقواعد والقراءه. بكم المعجم؟ المعجم 40 ريالا. بكم كتاب القواعد؟ كتاب القواعد 20 ريالا. بكم كتاب القراءة؟ كتاب القراءة 10 ريالات. كم ريال المطلوب؟ المطلوب شغلت شد؟ معجم 40، القواعد 20، 20 و40، 60، و10 القراءة 70 ريال. مجموعا شد با حسابی که ما کردیم. بكم المعجم؟ المعجم 40. بكم كتاب القواعد؟ 20، 20 و40 میشه 60. و کتاب القراء 10، 10 و 60 و 10 یصبح کم؟ چند میشه؟ 70. المطلوب 70 ریالا.
این شد مجموعه اون چی که شما در این بخش از درس خودتون داشتید. تا درسی دیگه همه شما رو به رب العالمین بسپارم. انشاءالله که درس رو گرفته باشید و از سایت نور درس رو دانلود کنید و برای مراجعه هم کوتاهی نکنید تا اینکه مطالب در ذهنتون تثبیت بشه. بر اندازه بیشتر کاربرد بیشتری داشته باشید و از وسایل ارتباط جمعی استفاده کنید. به همین صورت در قرائت کتاب و مطالعه روزنامه و مجله کوتاهی نکنید. بیشتر خواهید تونست این مهارت رو یعنی مهارت زبان رو در خودتون افزایش بدید. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به رب العالمین می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.